د پاکاله په نامه د تلو ټلویزیون ډیرو محترمو لیدونکو د مهمان یار د خبرنې مینوالو سلام دی پر تاسو وي. خدای دې وکړي چې روغ او رمټ اوسئ او د ژوند په ټولو چارو کې خوشحاله او بریالي اوسئ. بیا هم د مهمان یار خپرونه ده او په دې خپرونه کې زه مجیب رحمان عارض او زما سره یو بل څوک هم شته. تاسو وینئ چې هغه څوک دی؟ دوستان خو تا نوینی خدا دی چې تا چې کله چې ځان ته شور ورکوي هغوی پوه شوله. بله، زه یم او زما ډېر ښه دوست نعمت جان هم زما سره دی. په دې لی چې په اوسنۍ خپرونه کې په دې مېلمستیا کې تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړئ. نعمت جان، شما وقتی صبح از خواب بیدار میشین ورزش میکنین؟ کدام ورزش انجام میدین شما؟ دوشه؟ برای چند دقیقه دویده میتونی؟ او تو کدام وقت شده که برای نیم ساعت مسلسل بدوی؟ نه خواهد شده باشه، حتما در نیم ساعت دوش یک پنج بار بریک گرفتی، تفریح گرفتی. خب، ایره به این خاطر گفتم نعمت شما خبر داریم دوستا رو بانکی بگویم. خب دوستای عزیز، کسی که امروز در برنامه ما شما را میزبانی میکنه و ما مهمان اونا هستیم، اونا هستند روبینای مقیمیار، کسی که ورزشکار بسیار خوب است در بخش اتلتیک در رشته دوش. سلام برسه. سلام علیکم. سلام، بخیر هستین؟ تشکر زنده. قسمی که ما در جریان هستیم و دوستا گفتن شما بر تفریح اینجا آمدین، حالا اینجا تفریح میکردین یا ورزش میکردین؟ البته که تفریح میکردم، زمین خوبی بر مساید بود، تمرین کردم. خب بر شما تمرین خوب میخواییم، خیلی ما میریم دیگه، شما کار داریم. تشکر زنده باشیم. اگر نیم ما میخواستیم که امروز چند دقیقه بشینیم میمانتان شویم، حالا که دیدیم که شما کار دارین دیگه، باشه خیر، بزرگ روز دیگه میمانت میشیم. نی خیر، البته که دقیقه روزا اگر زیاد میکنم از خاطر شما کم میکنم. دیگه کی آمده اینجا؟ دیگه کی آمده؟ البته که از فامیل ما آمده. بسیار عالی. ما یه نه فامیلم میمان یار مرد تو پیدا کردن اینجا. ما هم تو یارای خود از میار گوشه و کنار پیدا میکنیم. زنده باشین. زنده باشین. شما روز چند ساعت ورزش میکنین؟ البته که هر صبح کی به خاطر صحتم تقریبا 2 ساعت یا 1.5 ساعت نرمش میکنم. دیگه چی حال دارین روبینا جان؟ من خوب هستم، شما خوب هستین؟ زنده باشین، تشکر. یعنی بخیر از استاد، بهار هم نزدیک میشه. ولی خوب است که شوه، بخاطر من بهار دوست دارم که یعنی میتونیم بر طرف برایم، بخاطر خونک من بسیار خونک میخوانم، از خاطر جایی نمیبرایم. راستی در کدام فصل سال ورزش بسیار خوب میتونین انجام بدیم؟ البته که ورزش باید هر وقت انجام داده شوه، به بهار بسیار خوب انجام داده میشه. بسیار خوب. و در کدام فصل سال شما بیشتر مهمانی میرین به خانه دوستا و دوستا به خانه شما مهمان میاین؟ فکر کنم که این بهار است دیگه. آه بهار است دیگه، به خاطر که هر جای مهمانی هم رفتن میتونیم، آرسی هم رفتن میتونیم، بخاطر کالای مردار نمیشه دیگه، در خونوکا کالا مردار میشه، تو خاطر جای نمیریم. راستی قسمی که نعمت جان بر ما شما رو معرفی کرد، گفتن که ورزشکار بسیار خوب است، البته یک دوینده بسیار خوب است، حالا مطرح هم هست یا نیست؟ ورزشکار خوب هستین یا نیستین؟ البته که خوب بودم نعمت جان، تعریف به شما کرده نمیفهم دیگه، به نظر خودم تا جایی که خودم فکر میکنم خوب هستم. خب روبینا جان، شما از چی وقت شوق کردین که باید شما بدوین یک دوینده باشین؟ البته که ما وقتی که بسیار دوز داشتم ورزشه، نیستم بسیار خرد بود
دیگه ما یک وقت در مکتب بودم از المپیک نفر آمده بود اونجا گفتن کی میخواه دوش کنه و استادمون بسیل فهمد گفت کی میخواه که دوش کنه و کی میخواه ورزش کنه و اولین شخصی ما بودم دوست خدا برنگ کردم گفتم من میخواهم که ورزش کنم کسایی که ورزشکار هستن بخصوص دونده هستن اونا دیگه حتما چالاک هم هستن دیگه خصوصا دخترها شاید در کارهای خانه می دوش به درتان بخوره زودی کار کنین و کار بله البته که هر کسی که دوش میکنه فکر نکنه ما دقیقه گاب بزنه میگه ثانیه یعنی که دوش من به ثانیه ختم میشه از این خاطر همیشه به ثانیه گاب میزنیم در کارهای خانه هم البته چالاک هستم ورزش به ویژه می دوش فایده زیاد هم داره یا نداره فایدهش کم است مجیب جان ورزش همگیش فایده داره دیگه خلاصا ما ورزش خود تعریف نمیکنم بلکه همه ورزش ما یاد دارم و میخوایم دوستشان دارم ورزش دوش که از مادر ورزش هاست دیگه متوجه خوشدین هر کسی که ورزش شروع میکنه اول دوش میکنه از خود مادر ورزش هاست بسیار فایده داره صحتمند میسازه انسان ها نلو وقتی که مادر پیدا شوه حتما پدر برادر و خواهر هم هست کدام ورزش های دیگه هم هست که پدر باشه و برادر باشه و خواهر باشه مثلا مادر چه خبر داری؟ نی البته که مردم میگه مادر ورزش فوتبال است مگر اصلا اگر به دقت فکر کنن داوش است پدر مادر دیگه نمی بسکتبال است فوتبال است والیبال است اینم یاد دیگه خب یاد تو میگنیم که مادر ورزش ها داوش و پدر ورزش ها فوتبال آها اگر کل اگه هم نظر شما باشه بسیار خوبه خب روبینا جان از روز که شما ورزش شروع کردین تا حال به نظرتون چند کیلومتر دویده باشین؟ والا بسیار زیاد دویدیم دیگه به خاطر کمی خوش ممیت از دوش کردن از پیاده رفتن دیگه وقتی شده که در یونان که ما بودیم سمت یعنی سمت ریک داغ می بود استاد ما سرمون می دوان زیاد دویده بودیم ایچ احساس هم را نمی کردیم که ریک داغ است دیگه از خطر زیاد دویدیم این قسم فکر نکردیم که چی خواست مگر زیاد دویدیم کدام کیلومتر در سر پایتون اگر بسته میکردین خوب میشد این حالا میفهمیدین که چند کیلومتر دویدین مثل نعمت جان که یک آله را در سر کمره بسته کرده وقتی که کار میکنه میفهمه که چند دقیقه شد همی 30 دقیقه شد میگه وقت پوره است میگه جمع کنین برادر برنامه ایتونه کاش که نیمه جان اون وقت می بود به من نظر می داد و من می قسم می کردم حالا که شما سوال کردیم و شما می گفتم مهمان یار به نظرتان بچه ها خوب دویده می تونن یا دخترها خوب دویده می تونن؟ والا مجیب جان این گفت است که هر طبقه خوناس هم کمه که می داشته باشن یک چیز تایم خاصه ذکورم یعنی ذکور در قادم ذکور باید خوب بوده هناس در قادم هناس البته که این را متعقین هستم که دخترم خوب میدون بچه هم خوب میدون اما بچه به نظر ما شاید خوبتر بدوند از دخترها کرد جان چرا میشه شما از خود گب میزنین یعنی بچه ها را بالا میبرین پس باره طبقه هناس هم کم فکر کنید خب اینال شما به فکر طبقه ناز باشین ما به فکر طبقه ذکور میباشم چون من نماینده از اونا هستم شما نماینده از اونا هست. البته سعید مگر میفهم مسابقه اوناست که اگر بعدش بگی بسیار بعدشان میاد خب قسم که من فکر میکنم و دوستام حتما با ما موافق هستن ورزش همین داوش نزداد به همه ورزش های دیگه آسان و ساده معلوم میشه به خاطر دیگه یک می دوی دیگه کدام چیز دیگه نداره نه مجیب جان هر کسی فکر کرده البته دقیق فکر نکرده متوجه باشن از همه ورزش ها کرده ورزش داوش بسیار مشکل است یعنی هر کس نمیتونه در زودترین وقت ترتیب حرکات هورا بسنجه دیگه ورزش ها خواست متوجه هستیم بسکتبال یک وقفه داری ها داری چرا ورزش گفته با ثانیه گپ میزنیم یعنی من با ثانیه گپ میزنیم از او خاطر بسیار مشکل است کدام وقت تو شده که امرای بایسکل پیشکان زده باشین؟ ما کت بایسکل پیشکان نزدیم کت موتر داریم بازد من دیگه در مو یک ریز موتر شما رو پیش کرده نه موترم پیش نکرده موتر گفته که تو موترم کم گا آیس آیس رفته بود کدام وقت شده که تو بسیار به شوق شما در حالت دویدن باشین خوب بدوین بدوین یک دفعه پای پوچلک خورده باشین هفتی ده باشین والا یک دفعه شده بودم من تو بسیار به شوق می رفتم که یک دفعه پای پوچلک شدم یعنی کفتیدم یعنی بسیار زیاد خفه شدم روبینا جان اگر رئیس فدراسیون ورزشی این پیش روی چیشته باشه و شما رو بگوید که روبینا جان چی خواست داری که او رو پوره کنم اینال خودت
خواستت چی خواهد بود؟ یا شما خودتان رئیس فدراسیون ورزشی باشین چی میکنین؟ البته که میره نمیفهم که رئیس فدراسیون چیم، بخاطر که رئیس فدراسیون ما بسیار خوب آدم است. دیگه او مره قدوزر دخترش واره، دیگه اگر که مره بگه که تو چی خواهش داری از من، بلکه من ورشی را میگم که زمینه را مساعد که من سبقه 2008 دارم. کلاگی آرزو داره، کلاگی خوش داره دارم سبقات 2008 بره، اما گپ اینجاست که مهم است که آدم باید تمرین خوب داشته باشه و اما قدر توان در خود داشته باشه. ایگه بازی است که باید که خلم از رابطه پدری و دختری استفاده میکنی میری اونجا؟ نه، اگر از رابطه پدری دختری استفاده میکردم زیاد جایا میرفتم. البته که از توانایی خودم بود، از زور خودم بود، از بازوی خودم بود که تمرین کردم، زحمت کشیدم و مقاومت نشان دادم که تا اینجا رسیدم. این دوش با بازو کدام ارتباط داره یا نداره؟ کسی که بله مجیب جان چرا نداره؟ شما زیبایی اندام میکنه این دواش هست یا این ورزش میکنه نه؟ پس کمی بازو همه چیز قوی میسازه. بسیار عالی. و وقتی که شما ورزش میکنین دیگه حتما به انرژی هم ضرورت دارین پس؟ بله البته که خیلی مهم است که باید به انرژی خود ضرورت داره. این حال شما انرژی تانه با چی پوره میسازین؟ مثلا ما و نعمت که هستیم اگرچه ورزشکار نیستیم بازم اقم میخوریم، بسیار در فکر خود هستیم که خدا نخواسته ضعیف نشیم. این حال شما که ورزش هم میکنین، انرژی تان مصرف میکنین، شما هم حتما کدام چاره سنجیدین که پس انرژی تان بگیرین؟ وی وگه واضح است نموجی بیان ورزش میکنم باید یک چیز بخورم، به خاطر ورزش کردن هر وقت که ورزش بخوایم بکنم هر چیز میخورم. کتنان چای خوب ورزش نمیشه؟ کتنان چای نی دیگه. اگه چی میشه؟ یعنی دیگه چیز هست که مردم بخورم، قابلی، کباب هست دیگه، نمی چیز هست. یکان وقت واقعتا هم که در نان چای ورزش کردیم. بسیار علی. همینجا اگر یک میوه فرمایش بدیم چطور است؟ البته خوب است. میوه فرمایش بدیم که ما ورزش کردیم و کم گشنه هم هستم. شاید که شما هم گشنه باشین. نیمه جان خیلی امروز بسیار زیاد گشنه شده. نه اول هم یک کمک میوه میخوریم باز بان که خوب صحیح گشنه شویم باز پسان غذا را صرف میکنیم. درست است؟ صحیح. باش که خیمه نعمت بگویم. نعمت جان برو قندم یک میوه به چیزی بیار دیگه. سیب چی بیاره برتون؟ البته مرا سیب خوشم نمیاد. کینوم دیگه خوب است دیگه، گاهی وقت میخورم. کینو بیاره برتون؟ سایز کینو بیاره. خوب بود راست کینو دکان هم دور است. نزدیک شما میشه شما ندارین چیز میزه میوه گپا؟ البته که مجیب جان کمک تیار کرده. خیناق دیگه ما نزدیک بود که نعمت پشت میوه روان کنم. مجاره نیمونه که زمان بکشه کمک اینجا است. خیلی رو باشین حالا میوه رو میاره. به نظر شما در دوش سرعت مهم است یا اینکه قدم بزرگ برداشتن؟ در ورزش هر دوش خوب مهم است، زیادتر سرعت. روبینا جان شما کدام وقت خواستینم که با کدام حیوان رقابت کنین در دوش؟ البته که نکردیم، مگر دلم میخواد که کدام حیوانم مسابقه بدم یا رقابت کنم که یعنی ما قوی شم. منطقه پلنگ اوشتان باشه که مسابقه نگیرین بخاطر که پلنگ سرعتشان بسیار زیاد است. نه که پلنگ نمیرم که شیر میگیرم. شما فکر میکنین که از طریق دوش میتونین درآمد داشته باشین؟ یعنی دوش یک شغل بوده میتونه بر شما؟ دوش البته شغل بوده میتونه دیگه خوب است، مگر من دوست دارم که ورزش هم میکنم، بیرون از ورزش هم یک مصرفیت دیگه هم داشته باشم. ما و نعمت جان وقتی که بیکار میباشیم یک دفعه بین خود فوتبال میکنیم. باز نعمت یک عادت بسیار بد داره، مرا محکم میگیره، باز توپ از پای میگیره. این حالا تو کدام وقت هم شده که در جریان مسابقه شما کدام کس تیله کرده باشین، باز شما پیش رفته باشین در جریان دوش؟ مجیب جان از مایت راست که همه دوش کس هر کس از خود باند داره، از او خاطر مایت کسا تیله نکرده، مگر ما تیله کنم مرا میکشن. خب خواب میبینین شما بعضی اوقات؟ خواب چی ره؟ طبیعی است که هر انسان خواب ببینه. الان شما هم کدام وقت خواب دیدین که در خوابتان شما بدوین و وقتی که از خواب برخواستین
باز دیدین که بسیار مانده هستین، بسیار نفسک میزنین. وقتی که ما شبی که مسابقه باشه یعنی صبح باشه همون شب خواب میبینم دیگه و خواب نمیبینم، همون شب خواب میبینم که البته که من میفتم یا خوبش نمیدم از خود. در فامیل کدام کس دیگه هم هست که ورزشکار باشه در فامیل شما؟ در فامیل ما از ما خوارک های هم هسته که یک شم شبانه جان کتمه ورزش میکنه، دیگه بیادر من فوتبال میکنه، همشیری کلان هم از خود کرده، از خودم که کلان هست و هم تیگواندو میکنه، یعنی فامیل هم بسار ورزش دوست داره. روبینا جان چون شما قبلا گفتین که همشیریتان سمیرا جان هم ورزشکار است و اونا تکواندو باز هستن، الان شما فقط میدوین دیگه، از این معلوم بشه که سمیرا جان نسبت به شما زورآور است، وقتی جنگ کنین شاید شما رو بزنم. نه مجیب جان، گپ اصلی است که من ورزش تکواندو میکنم، بسکتبال هم میکنم دیگه، یک چند وقت پیش مسابقات بسکتبال شما ستاره تیم شناخته شدم دیگه، با تکواندو تمرین میکنم. یک روز که سمیرا همینطور فایت میکرده مای بند خود، وقت ما که سمیرا را که زدم نگوی را زور داد و آخه نشد گریه کرد. روبینا جان کی شما را زیاد تشویق میکنه که شما باید ورزش انجام بدین؟ البته که بر شما یه چه خصم بگویم، هر کسی را که من باری ورزش خود گفتم هم را تشویق کرده و فامیل من بسیار زیاد تشویق کرده ما و دوستای من بوده که زیاد تشویق میکرده. خب وقتی که بار اول من شما را دیدم من فکر نکردم که شما یک ورزشکار هستین، من فکر کردم که شما یک هنرپیشه سینمای هالیوود هستین، چون چشمایتان هم رنگش سبز است و اینال چهرهتان یکم که به خارجی ها میمونه. تو خواستین هم کدام وقت در رول خارجی ها خود بزنین یک آنجا انگلیسی بگوین؟ نه قسم گپ هیچ نیست مجیب جان، بلکه من خودم بیشتر کم تم دیگه انگلیسی را میفهم، وقت ایجا استعمال نکردین مگر نخواستیم که دختر فلان شوم. فکر کنم یکم که شاید فعلا برای غذا ضرورت داشته باشه. بله برای غذا ضرورت دارم، یک گپ دیگر من باید بگم، من که اگه شب اینا نخورم نصف شب بیدار میشم، باید نان که بخورم با خواب میبره، اگه نان نخورم خواب نمیبره، در خانه دواش میکنم. این حالا من وقتی که گشنه میباشم باز هیچ گپ زدن نمیتونم، ما که میمانم نان خودم میخورم باز پس میایم گپا را ادامه میتونم و امیال همون وقت رسیده که باید یک چیز بخورم. چطور اگر هم نظر ما هستین، ما بسیار غذای بسیار خاص دیگه، یعنی که یک آمادگی را برش نگرفتیم، یعنی غذای خاص برتان تیار کنم. یک هم خاص گفتین چی باشه که بر ما ماده بسازیم؟ یک خاص هم نیست، البته مثلا مزیز که یعنی بسیار دیگه زود تیار میشه. اونا بیا کنار کل کار نکنم نگه. آشپزی میکنه یا اینجا هم دوشه کانه شروع کرده، او طرف میره این طرف میره دیگه. شما ندوین من خودم میرم، چی کار دارین دیگه؟ ناشتا رو چی کردی؟ ناشتا رو من برتون میرم. باشه تو سالات هم بیار با اینجا بان. بخیالم که اولین بار است که شما آشپزی میکنید. البته که نه نیمه جان مجیب جان، اولین بار نیست، زیاد آشپزی کردیم، حالا از نیمه جان کمکی میشرمون. بطر است که نیمت روبینا جان از شما نمیشرمه، من نمیفهم یا شاید بشرمه، در نظرم شاید تو نمیه، ما همیشه خود تا فکر میکنم که شاید یک نوجوانک هستی، یک مثل یک کودک معصوم هستی، اما حال فهمیدیم که یکان کسایی هست که از شما هم میشرمه. من نیمه جان میشرمم بخاطر که زیاد طرف دوستای من سعی میکنم. کلچه رو چه میکنین؟ البته که کلچه نیست، بیه برگر برسن تیارش میکنم. روبینا جان تشکر از اینکه زحمت کشیدین، ما خود نمیخواستیم که شما قدر زحمت بکشین،
شب ببخشید دیگه. مجیب جان نگار من شرمنده نکنی، خاص خاص گفتم که چیز خاص نبود، مطلب ما از خاصی بود که یعنی بسیار چیز آسان دیگه. از خاطر معذرت میخوایم دیگه، به خاطر خیر خوش ما میفهمیم که خانه نیست دیگه. به غذایی که روبینا جان رو آماده ساخته، امیر یک میبینیم امتحان میکنیم که چگونه هسته. من بسیار چپس دو زنم پیشیریم که از بسیار دلم هم میشه با چپس بخورم. حالا بخور دیگه، ما که گفتیم که نخور. شما نمیخونین، مهمان هستین. چه خوب کلورگک هسته. بسم الله الرحمن الرحیم. چیگه پس مجیب جان؟ خوشتا نامد البته. باش که دلقمه اولش هیچ مزیش نفهمیدم. دومش ببینیم چی میشه. داخل از چی هست اینجا؟ مجیب جان گوش داره. یار فرق نکنی. ای مرغم شما بیرون کردین؟ بله بله. خیزی معلوم میشه که مرغم باید هیچ دست نزنیم هیچ نخوریم. چرا؟ شما همیشه میخسم غذا پخته میکنین؟ همیشه پخته میکنم، نه دیگر رقم پخته میکنم. بخلا تو حال هیچ کس از دست پخت شما چیز نخورده؟ نه کلگی خورده در خانه، اگر من یک شب دیگه نکنم هیچ کس نان نمیخوره. میگه باید تو بکنیم بخاطر که من خوب پخته میکنم. خب روبینا جان، واقعا شما بسیار با استعداد هم هستین در غذا پختن. نمیفهم شما دست پخت ما خوردین دیگه. شما میفهمین که لایق هستین یا نیستین؟ بسیار عالیسته. با کدام مضمون دلچسپی ندارین؟ با هم مضمون دلچسپی دارم. دم جور کردن در خانه کارخانه خوشم نمیاد. تشکر یک جهان از اینکه وقت دادیم برای ما که همراهتون صحبت کردیم. بسیار خوش شدیم که با شما هم آشنا هم شدیم و وقت ما هم با شما بسیار خوش گذشت، البته با جمن، با دوستا و نعمت جان. دیگه مهمانی من بقدر می باشه، مهمانی دیگه قد طویل هم نمیشه زیاد. مجیب جان بسیار زیاد تشکر از اینکه از ما خبر گرفتین و از نعمت جان هم بسیار زیاد تشکر میکنم. نعمت جان قار هستند، نان نخوردن قار هستند دیگه. از خاطر میگم نعمت جان قار نباشین از ما دیگه. از اون خاطر بسیار زیاد تشکری، بسیار زیاد از شما میکنم. خب نعمت جان، وقتی برنامه خلاص شد بازپسان بخیر نوشی جان میکنه. و یک گپ دیگه که یادم نره آرستی، شما گفتین شاگردم دارم، اینال در جمع شاگردهایتان یک روز بعد اگر نعمت جانم تمرین بتین که یک ذره بدوه برش خوب است بر صحتش، چون بیشتر اوقات یکم مریض میشه. فکر کنم که ورزش خوبتر از مانع مریضی رو میگیره. مجیب جان مگه بر شما بگیم که ارزش ما ارزش کده مریض نشدیم؟ اگر مجیب جان کته ما شما و نعمت جان ورزش میکنه، هر روز ما ورزش یک جای ورزش میکنیم، هر سه بسیار صحت مند میباشیم. چند بجه صبح باید بخیزیم از خواب ورزش کنیم به نظرتون؟ باید اینکه صبح که بسیار وقت بخیزیم، نماز بخوانیم، بعد از نماز که ورزش شروع کنیم. ما خوبی از وقت میخیزم دیگه. نعمت جان شما وقت خیسته میتونین بر ورزش؟ این حالا یک برنامه یک فایده دیگه هم کردی، مهمونی یک فایده دیگه هم کرد که بعد از این ما و نعمت با روبینا جان یک جای هر صبح ورزش میکنیم. وقت گپ ما واده است، واده پخته است دیگه. بله بله بسیار خوب گپ است. تشکر از شما، وقت خوش، خداحافظ. تشکر بسیار زیاد از آمدن شما. دوستان عزیز، کسایی که مهمانی ها رو تماشا میکنن، از شما هم یک جان تشکر از اینکه برنامه رو دیدین و با امیدی که همیشه موفق باشین، همیشه خوش باشین و شما هم مهمانی های خوش را در پیشوری داشته باشین. نعمت جان بریم دیگه، بخیر.